درود و عرض ادب دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز ایران فردا که همواره با ما همراه هستید. برنامه امشب صفحه یک در غیاب روزنامه های امروز جمعه 20 آذر ماه به مناسبت روز جهانی حقوق بشر که دیروز 10 دسامبر از سوی نهاد علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو هر سال روز جهانی حقوق بشر نام می‌گیرد، در این راستا به مقوله حقوق بشر در کشورهای مختلف نگاهی دارد و با انتشار گزارش‌های مختلف و متنوع از مصادیق متعدد نقض حقوق بشر به صدور بیانیه‌ها و بعضاً قطعنامه‌هایی نیز می‌پردازد. دفتر صفحه یک در ایران فردا در این میان نگاهی خواهد داشت به آخرین وضعیت حقوق بشر در ایران، چرایی شدت نقض حقوق بشر پس از روی کار آمدن دولت روحانی، همینطور نقض حقوق بشر و نقش نهادهای انتصابی تحت امر ولایت فقیه و بالاخره ناسازوارهای درون سیستمی حقوق بشر در نظام دینی حاکم میپردازد. در این راستا مهمان ویژه‌ای خواهیم داشت از دانشگاه آنکارا در ترکیه که پژوهشگر عرصه سیاست داخلی ایران و فعال حقوق بشر هستند. خود نیز سالیانی در زندان‌های نظام جمهوری اسلامی با تحمل زندان و زجر و شکنجه با اشکال مختلف آشنایی تام دارند. مستقیم به استودیومون در آنکارا می رویم و درود و عرض ادب دارم خدمت آقای پیمان عارف، مهمان برنامه امشبمان. خوش آمدید به برنامه امشب صفحه یک. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون ایران فردا در هر نقطه گیتی که هستند و سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار من گذاشته شد. گزارش ها و خبرهای منتشر از عرصه حقوق بشری هر روز حاکی از سخت‌تر شدن اوضاع حقوق شهروندی در ایران است. ارزیابیتان به طور عمومی از روند اهتمام به حقوق شهروندی در ایران و یا نقض حقوق بشر چیست؟ نقش دولت و حتی جابجایی دولت‌ها رو چه میزان مؤثر و دخیل می‌بینید در این فرایند؟ عمده نهادها و لایه‌هایی از قدرت سیاسی در ایران که مستقیماً و فی الواقع به تعبیر حقوقیش مباشرتاً ناقض حقوق بشر هستند، این نهادها نهادهای انتصابی محسوب می‌شوند و نهادهایی نیستند که ذیل مجموعه دولت تعریف بشوند یا ذیل مجموعه یا اون لایه‌هایی از قدرت سیاسی که انتخابی تعریف می‌شوند قرار بگیرند. لذا کارنامه حقوق بشر جمهوری اسلامی مستقیم به در واقع قوه مجریه و تغییر دولت‌ها ارتباط مستقیم و محصلی به گمان من پیدا نمی‌کنه. مهمترین ناقض حقوق بشر در ایران قوه قضاییه جمهوری اسلامی هست که قوه قضاییه همونطوری که مستحضر هستید در واقع هیچ گونه حرف شنوی حتی از رئیس جمهور خاص حسن روحانی یا محمود احمدی نژاد یا پیشتر محمد خاتمی یا هر رئیس جمهور دیگری نداره در حقیقت و قوه قضاییه راه خودش رو میره به عنوان یک نهاد مطلقا انتصابی و غیر پاسخگو که مشروعیت خودش رو از مقام رهبری میگیره. بنابراین دولت روحانی کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی رو به ادوار دولت‌ها به گمان من شاید نشه تقسیم کرد، به علاوه این که فارغ از نقض در واقع نقض مستقیم و فاعلانه و اونچه که من عرض کردم نقضی که مباشرتاً صورت میگیره، نقض قانونی حقوق بشر در ایران رو هم داریم. نقض قانونی حقوق بشر در ایران به گمان من نقض بسیار جدی هست. نقض قانونی حقوق بشر آنجایی است که قوانین خود ناقض حقوق انسان ها هستند، یعنی آنجایی که قانون حقوق انسان ها رو نقض میکنه که میتوان در واقع بیشتر هم توضیح دادیم بحث رو. مصادیق نقض حقوق بشر به گونه که اشاره کردید که در ذات و بطن قانون حاکم جمهوری اسلامی وجود دارد، آیا به طور مشخص چه هستند؟ یعنی نمونه هایی هست که اشاره کنید برای بینندگانمان؟
بخش اعظمی از قانون مجازات اسلامی و اساساً روی کرده دین سالارانه به مقوله مجازات و حقوق جزا داشتن به گمان من ناقض حقوق بشر هست. مجازات اعدام، مجازات صلیب کشیدن، مجازات قطع عضو، قطع عضو معکوس، عرض کنم حضور شما که حتی مجازات هایی مثل نفی بلد، مجازات هایی که برای عناوینی مثل محاربه یا در قانون جدید بغی، افساد فلعرض، قصاص، حدود و قصاص، تمامی اینها در واقع نقض قانونی حقوق بشر هست. تمامی اینها مبتنیست بر یک روی کرده فلواقع انتقام گیرانه نسبت به مجرم و نه روی کرده اصلاحگرانه نسبت به مجرم و روی کرده که در حقوق جزای مدرن وجود داره. حقوق جزای مدرن مبتنیست بر اصلاح مجرم و بازگرداندن مجرم به در واقع جامعه، ولی در روی کرده مبتنی بر انتقام گیری، در روی کردی که از حقوق خصوصی و عصر خصوصی بودن حقوق جزا برمیخیزه، هر کسی حق داره که در واقع دیگری رو به صفت در واقع شخصی یا قبیله‌ای مجازات بکنه تا انتقام خودش رو گرفته باشه. اون چه که در ابتدای انقلاب به لایحه قصاص، اعتراضی که ملیون ایران به لایحه قصاص داشتند، مشخصاً مرحوم دکتر سنجابی و مرحوم دکتر علی خان اردلان، از همین منظر بود. یعنی بازگرداندن حقوق جزا به حقوق جزایی در واقع کاملا بدوی و غیر متمدنانه. اینجا هاست که ما با نقض قانونی حقوق بشر مواجه هستیم. یک موردی که بسیار غم‌انگیز هست در قانون مجازات جدید این هست که مقنن در صورت تکرار جرم تبلیغ علیه نظام، در واقع امکان این رو برای دستگاه قضایی فراهم آورده که جرم مکرر تبلیغ علیه نظام در حکم افساد فلعرض قرار بگیرد. افساد فلعرضی که خود در واقع مجازات اعدام رو در واقع به لحاظ حدی براش پیش بینی شده. بنابراین یک فردی که متهم به تبلیغ علیه نظام می شود در قانون مجازات اسلامی جدید، قانون مجازات 1392، ممکن است که حتی اعدام بشود. اینها نقض قانونی حقوق بشر است. نظر به این که اشاره کردید که دولت ها خیلی در نظام دینی ایران نقشی در بهبود و ارتقای وضعیت حقوق بشر ندارند، اما در هفته اخیر در واقع ما شاهدیم که مثلا آقای نوبخت سخنگوی دولت روحانی حتی وعده هایی از تلاش هایشان برای رفع حصر می دهند. نشانه چیست؟ این تضاد روی کرد و گفتمان هست، یه نوعی چالش گفتمانی است، یا نوعی بازیابی قدرت از سوی دولت های منتخب هست برای به تعبیری تحقق وعده هایی داده شده؟ این تناقض ها به گمان من باز میگرده به اون تناقض بنیادین ساختاری در ساخت قدرت سیاسی جمهوری اسلامی و اون در واقع وجه انتخابی و انتصابی بودن و ساختار دوگانه قدرت در ایران، که تفاوتی نمی کنه. شما همین در واقع دوگانگی رو در دولت های خاتمی هم میبینید، در دولت روحانی هم میبینید، در دولتین هاشمی، خاتمی و روحانی خیلی آشکارتر این تناقض دیده میشه. در دولت آقای احمدی نژاد هم 4 ساله اول، یا بهتر بگم 6 ساله اول، به عنوان در واقع یک رئیس جمهور کاملا مرید رهبری و وجه انتصابی قدرت چندان ظهور و بروزی پیدا نمی کنه، ولی بالاخره حتی در مورد وفادارترین و در واقع منفعل ترین رئیس جمهور تاریخ جمهوری اسلامی به رهبری هم میبینید که بالاخره این تناقض خودش رو بعد از 5-6 سال، در 2-3 سال پایانی دوره ریاست جمهوریشون خودش رو نشان میده. جان کلام اینجاست که دولت در حال حاضر تمایل خودش رو برای بهبود وضعیت حقوق بشر
نشان می‌دهد، رغبتمندی خودش رو برای بهبود وضعیت حقوق بشر نشان می‌دهد. ولی باز می‌گردیم به در واقع سخنی که مرحوم زنده یاد مهندس بازرگان در ابتدای انقلاب مطرح کرد که چاقویی رو به دست من داده‌اند که دستش در اختیار من نیست. متاسفانه تمام دولت‌های تاریخ جمهوری اسلامی از این رنج در واقع گرفتار این رنج بودند که چاقوی قدرت سیاسی دستش در اختیار جای دیگری بوده، در اختیار ولی فقیه بوده. تا جایی که میدونید آقای خاتمی تعبیر بسیار دقیقی کرد و در واقع خودش گفت که آنچه که این ساختار از من انتظار داره این است که من تدارکاتچی این ساختار بوده باشم. همین وضعیت در مورد دولت روحانی هم هست، وگرنه رغبت بهبود وضعیت حقوق بشر به ویژه وضعیت حقوق سیاسی و مدنی، حقوق شهروندی، حقوق سیاسی مدنی شهروندان در این دولت هست. اینکه آقای روحانی برادر خودش آقای دکتر حسین فریدون رو به طور ویژه میفرسته برای عیادت از آقای کروبی یا وزیر ارشاد و وزیر بهداشت به عیادت آقای کروبی میروند، این رغبت دولت برای بهبود حقوق سیاسی مدنی رو نشان میدهد. اما همونطور که عرض کردم دسته چاقو جای دیگری است و دسته چاقو در اختیار آقای محسنی اژه‌ای است، حتی به گمان من بیش از این که در اختیار آقای شیخ صادق لاریجانی باشد، در اختیار اون در واقع لایه مطلقاً امنیتی و مخوف قوه قضاییه قرار داره قدرت سیاسی. اما بعضاً سویه هایی از بهبود حقوق بشر علی‌رغم میل باطنی نهادهای امنیتی و انتصابی از جمله نهادهای نظامی مثل سپاه و شاخک های رسانه‌ایش مثل کیهان و صدا و سیما رو در کشور می‌بینیم که نمونه بارز آن در دولت خاتمی بود. آیا نوعی اجماع و توافق مقطعی لایه‌های مختلف نظام برای بهبود بخشیدن به چهره عمومی و مخدوش شده کلیت نظام هست؟ یعنی خاصه در عرصه جهانی مد نظرمه که سیاست تبسم جایگزین سیاست ترشرویی شود؟ به هر حال لایه انتخابی قدرت سیاسی امروز احساس می‌کند که میبایستی که جایگاه و سهم بیشتری از قدرت سیاسی بهره‌مند بشود، چرا که بحران بزرگ سیاست خارجی رو حل کرده، بحرانی که در واقع موجودیت نظام سیاسی رو در مخاطره قرار داده بوده و در واقع یک شرایط بسیار سهمگینی رو برای نظام سیاسی رقم زده بوده. در شرایط حال حاضر لایه انتخابی قدرت، یعنی دولت، اعتدالگرایان و اصلاح طلبان موفق شدن که این بحران رو حل بکنن، لذا طبیعی است که سهم بیشتری از قدرت سیاسی رو طالب بوده باشند. اما از دیگر سوی اون هسته سفت قدرت، یعنی قدرت هسته سفت قدرت که لایه انتصابی قدرت هست و ولایی قدرت هست، احساس میکند که اگر یک قدم به پس بردارد، قدم به پس نخستین، قدم به پس واپسینش هم خواهد بود. یعنی قدم اول همانا و ده ها قدم پس رفتن همانا. و در این شرایط هست که جدال جدیدی بر سر بهره‌مندی و تنعم از قدرت سیاسی شکل گرفته است. اصلاح طلبان هم کارت‌های جدیدی رو و توانمندی‌های جدیدی رو وارد صحنه کرده اند، در واقع کارت‌هایی که می‌تواند تمامیت صحنه بازی رو دگرگون بکند. اگر اصلاح طلبان سال 88 با وارد کردن میر حسین موسوی، در واقع زمستان 87 با وارد کردن کارتی به نام میر حسین موسوی موفق شدند که تمامیت صحنه و آرایش سیاسی نیروها رو تغییر بدهند، امروز با وارد کردن سید حسن خمینی به انتخابات خبرگان موفق می شوند که آرایش و صحنه سیاسی رو تغییر بدهند.
که همونطوری که اطلاع دارید دیروز آقای علی خمینی در کانون توحید اعلام کرد کاندیداتوری حسن آقای خمینی رو. ورود حسن آقای خمینی به انتخابات مجلس خبرگان همونطوری که عرض کردم تمامیت صحنه رو میتونه که متحول بکنه و کارت بسیار بسیار مهمیه. حتی اگر حسن آقای خمینی ورودش رو به این صحنه بخوایم تحلیل بکنیم، به گمان من از کارتی یا مهره‌ای به نام هاشمی رفسنجانی هم میتواند که مهمتر باشد. به دیگر سخن با آمادگی لایه انتصابی قدرت برای رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی که زمزمه هاش در این چند روزه شنیده شد در مدیاهای جریان راست مثل تسلیم و رجانیوز و غیره، یک کارت جدیدی آمده که رد صلاحیتش بسیار پرهزینه هست، ماندنش هم بسیار پرهزینه هست و وفاداری سیاسی سید حسن آقا هم مشخصه که به کدوم سمته. بنابراین آرایش سیاسی نیروها کاملا داینامیک هست تا انتخابات و به طور روزانه میبایستی که تحلیل‌های جدید و از آرایش‌های جدید بتوانیم که به دست بدهیم. جای امیدی هم هست به تغییر وضعیت حقوق بشر مثلا با انتخابات پیش روی و حتی روی کار آمدن طیفی از نیروهای تحول خواه چه در مجلس و چه در مجلس خبرگان؟ شخصا شما امیدی به بهبودی اوضاع هم دارید؟ به هر روی تقویت و توانمندی لایه انتخابی قدرت که در حال حاضر طیفی از اصلاح طلبان و اعتدال گرایان رو دربر میگیرد، توانمند شدن این لایه کمک خواهد کرد برای ارتقاء شاخصهای حقوق بشر. به هر روی ما تجربه 8 ساله آقای خاتمی رو هم دیده ایم، تجربه 8 ساله محمود احمدی نژاد رو هم دیده ایم، این 2 سال رو هم دیدیم. به هر روی ما در حال حاضر شاهد حضور رئیس جمهوری در کاخ ریاست جمهوری ایران هستیم که در روز 16 آذر هم از استقلال دانشگاه ها سخن میگوید و همین که میگوید هیچ کس فراتر از در واقع عرصه پاسخگویی نیست و همگان میبایستی که پاسخگو باشند. ما هیچ امر مقدسی نداریم، هیچ جایی که هیچ لایه‌ای از قدرت که پاسخگو نباشد و در واقع فراتر از پاسخگویی قرار بگیرد نداریم. و به هر حال حضور این طیف در قدرت سیاسی با آن طیف دیگری که مطلقاً مشروعیت رو آسمانی و خدایی قلمداد می‌کنند و به یک واسطه خود رو به خداوندگار می‌رسانند، یعنی به یک واسطه معصوم، می‌گوید خدا معصوم من، و قدرت سیاسی خودش رو هم در واقع نه از مردم بلکه اکتشاف مردم در رابطه با مشروعیتی که خداوند به اون ولی فقیه سپرده است قلمداد میکنه بسیار متفاوته و این کمک میکنه به ارتقای شاخصهای حقوق بشر. در پایان کلام آیا مصادیق خاصی از نقض وضعیت حقوق بشر در ایران هست که بخواید اشاره کنید از زندان‌ها یا هر کسی دیگری نظر به فعالیت‌های مستمر شما در عرصه حقوق بشر؟ بله بله، من دوست دارم همینجا اشاره بکنم به وضعیت اسفناک زندانیان سیاسی ما و دوست دارم اشاره بکنم به ویژه به وضعیت آقای دکتر سید محمد سیفزاده در زندان رجایی شهر کرج. ایشون در واقع به عنوان یک قربانی تمام عیار دادرسی ناعادلانه ابتدا به 2 سال زندان محکوم می شوند، حد فاصل سالهای 90 تا 92 اون 2 سال رو هم طی می کنند، ولی بسیار متاسفم که حکومت سال 92 از آزاد کردن ایشون علارغم بیماری های بسیاری که جناب آقای سیفزاده دارند امتناع میکنه، خودداری میکنه و در یک دادرسی کاملا سوری و تشریفاتی بدون حضور ایشون آقای قاضی صلواتی دوباره یک 6 سال دیگر برای ایشون حکم صادر میکنه که از این 6 سال هم الان 2-3 سالش در واقع طی شده. متاسفانه زندانیان بیمار ما، پیرمرد
70 ساله مثل آقای سیف زاده با دیسک کمر و انواع و اقسام بیماری ها الان در زندان به سر میبرند. و همونطور که عرض کردم قوه قضاییه به عنوان مهمترین ناقض حقوق بشر در ایران در حال حاضر عمل کرده بسیار دهشتناکی رو کماکان ادامه میده. بسیار سپاسگزاریم که در ویژه برنامه امشبمان که به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر بود شرکت کردید، آقای پیمان عارف از آنکارا. من هم از شما بی نهایت سپاسگزارم، به امید دیدارهای بعدی. از همراهی شما بینندگان عزیز و همراهان هماره ایران فردا نیز سپاسگزارم که میزبان برنامه امشب صفحه 1 بودید. ضمن دعوت همیشگی از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه های امشب از جمله آن سوی خبر که با آخرین خبرها و نظرها و تازه هایی از ایران، منطقه و جهان به آگاهی شما خواهد رسید. بیننده برنامه آن سوی خبر باشید. تا آنگاه شامگاه خوش، بدرود.